سلام و درود میگویم با شما تماشابینان گرامی و باز هم برنامه اگرو توریسم است تقدیم از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. این نوبت گروه ایجادی به ناحیه واسه ولایت ختلان آمدیم و حالا وارد مجمع خدمت‌رسانی سیاحان میشویم. اینجا برای سیاحت اگراری بسیار یک شرایط خوب فراهم آورده شده است. گرم خانه، حوض ماهی، باغی دامنه‌داری، میوه دهنده و دیگر امکانیت هایی که در این مجمع فراهم آورده شده است برای سیر و تماشا بس و مساعد می باشد. ما را همراه باشید و از زیبایی های این موضع دلفریب بهره بردارید. مجمع سیاحی و خدمت‌رسانی و مهمانخانه سیاحان در ناحیه واسه ولایت ختلان از انشاءات بی‌مثل محسوب یافته، دارای شرایط بهترین سیاحت و استراحت می‌باشد. مساحت عمومی مجمع 100 گکتر می باشد و ما را ضرور است توسط انا همین الکتروموبیل ها سیر و تماشا کرده باشیم. درآمدگاه مجمع را با اصول معماری ملی با حشمت و زیبایی و دقت جلب کننده ساختند. ستون پایه های درآمدگاه که 22 عدد می باشد منقش آرایفته است. با اشغال نمودن حجره برهوای موافق به ذوق برای زندگانی چند روزه، شخص در حال میخواهد از زیبایی های این گوشه دقت جلب کننده و تسخیرساز دیار دیدن کند. با بیرون شدن از مهمانخانه کس در احاطه تازه‌کاری های باغداران و گلپروران قرار میگیرد که با استفاده از طبیعت افسونکار مملکت آفتابی ما افسانه را به حقیقت تبدیل دادند. شرایط موجوده را مسئولان مخصوص برای سیاحان جهت رشد بخشیدن سیاحی اگراری در مملکت تشکیل نمودند. به خاطر بالیده روحی سیاحان و مهمانان در اطراف مهمانخانه و شفت راه های حدود مجموعه 100 نمود در مجموع بیش از 5000 بخ نیحال درختان آرایشی و گل های رنگارنگ موسمی و بسیار ساله شناینده شده است. در حدود مجمع فواره، دو حوض شناوری و یک شرشره بنیاد نمودند. فواره در مساحت 150 متر مربع ساخته شده، بلندیش 7 متر را تشکیل می دهد و با صنعت بلندی هیکل تراشی آرایفته است.
دقت سیاحان را در این مجمع در برابر گوشه پرنده و حیوانات نادری زنده، همچنین هیکلچه ای با مهارت بلند ساخته شده ای حیوان و پرنده های گوناگون و پیکره دخترها با لباس ملی تاجیکی جلب می نماید. در هر قوت فواره با مهارت ناتکرار هنرمندی، هیکلچه پرنده های نادر و پیکره آدمان در دست سازهای موسیقی، اینچنین اشیای روزگار گذاشتند که بازگوی دوره های گوناگون تاریخ می باشد. همین گونه پیکره آدمان با سر و لباس ملی، هیکلچه حیوان و پرنده های نادر کوهستان مملکت و خانگی در دیگر گوشه های مجمع نیز گذاشته شده است که شماره اشان به بیش از 20 عدد می رسد. بلندی شرشره از طرف چپی مجمع 18 متر و پهنویش 7 متر را تشکیل می دهد. در قسم بالایی شرشره برای قبول مهمانان والا مقام صحبت کرده با 15 جای نشست تشکیل گردیده، در آن امکانیت خوبی تماشای منظره های زیبای موضع فراهم می باشد. سلسله تصویرات فواره شرشره در مجموع حدود مجمع تاریخ پر افتخار ملت تاجیک و طبیعت بای و رنگین سرزمین بیشتاسای تاجیکستان را تجسم میکند. اینجا سیاحان در برابر بهره‌ور گردیدن از هوای تازه و کنار گل و درختان معطر استراحت خاطرمان داشتن، همچنین از خدمت‌رسانی های دیگر میتوانند استفاده نمایند. ما حالا در داخل باغ میوه‌دهنده گشت و گذار داریم. اینجا طبق اطلاع مسئولان تنها مساحت باغ 25 هکتار را تشکیل می‌دهد. در اینجا درختان میوه‌دهنده سیب، نوک، شفتالو، زردالو، انار، عموماً قریب که همه نمودی درختان میوه‌دهنده موجود است. اینجا رشد بی‌میلان ساحه کشاورزی به نظر می‌رسد که در زمینه آب و هوای موافق و از حساب زمین زرخیز تاجیکستان به وجود آمده است. در باغ میوه‌دهنده حدود مجموعه که 25 هکتار را تشکیل می‌دهد، زیاده از 20 نمونه درختان پرورش می‌یابند. از حدود باغ 5 کیلومتر راه داخلی پرتاپوش کرده شده است. بینندگان گرامی، حالا ما در اینجا میستیم و میبینیم که کدام نمودی میوه هست و ما چنده باشیم. اینجا در وقت سیر و تماشا شخص به وسیله میتواند با دست خود از درخت میوه چینده استعمال کرده باشد. این درخت نوک است و ببینید چقدر نوکی زیبا. ما هم میکنیم و ما وارد گرمخانه میشویم و به شما نشو و نمای مخصوصا درختان سوبتروپیکی را نمایش میدیم.
در گرمخانه مخصوص گردانیده شده هم امکانیت خوبی گشت و گذار برای سیاحان داخلی و خارجی موجود می باشد. حالا بینندگان گرامی، این میوه می بینید در نتیجه پیوند کردن دو نهال محلی، برای هم صحبت ما گفتن دو نهال محلی تولید یافته است و ببینید چقدر زیبا است و هم کلان است. در داخل گرمخانه درختان سوبتروپیکی از قبیل لیمون، افریسون، مندرین، کیوی، میوه های گریکی و همچنین انگور شناخته شده است. در اینجا حتی انگور هم سبزیش خوب دارد. تماشابینان گیامی ببینید در اینجا درختان انار، خورما، فیب و باز چند درخت میوه دهنده دیگر به طور خاص شناخته شده است که هم دقت را جلب میکند و هم البته میوه میدهند. در نزدیکی مهمانخانه حوض ماهی با درازی 170 و پهنایی 20 متر بنیاد نمودند. اینجا حوضی ماهی است و میگویند در اینجا 10 تن ماهی گوناگون از جمله گل ماهی پرورش می‌یابد. ما حالا با استفاده از چنگک از این حوض ماهی می‌گیریم و اینجا شرایط مهیا کردن که یعنی سیاح ماهی را پزد و استعمال نموده شود. ما بینندگان گرامی، ما سه ماهی گرفتیم و اینجا برای پختن و استعمال کردن هم شرایط مهیا کرده شده است و ما آغاز میکنیم. ماهی آماده کردیم، تازه کردیم یعنی و اینک نمک میکنیم. اینک ماهی رو در خور گذاشتیم و ما رو ضرور میاد 15 دقیقه انتظار شویم تا ماهی پزد. در اطراف حوض 5 صحبتکده ساخته شده برای سیاحان شرایط مساعد گرفتن و پختن ماهی تشکیل گردیده است. در مجموع شماره صحبتکده های حدودی مجمعی زمانوی خدمت رسانی 25 عدد می باشد.
ماهی ما آماده شد و به دسترخوان میبریم. در حدود مجمع خدمت‌رسانی سیاحان گوشه پرنده و حیوانات نادر تشکیل کرده شده است. در این گوشه زیاده از 15 نمود پرنده و حیوانات نادر پرورش می‌یابد. مساحت گوشه پرنده ها در مجمع خدمت‌رسانی سیاحان 40 ساتیق را تشکیل می‌دهد. پرنده و حیوانات نادر که در اینجا پرورش کرده می‌شود برای سیاحان بسیار جالب است. مهمانخانه سیاحان در این مجمعه زمانوی خدمت‌رسانی از 4 آشیانه عبارت می‌باشد. نمای بیرونی اینشاد با صنعت کندکاری و نقاشی آرا داده شده، دارای طرح جالب است. سطح خدمت‌رسانی در مهمانخانه با استاندارد بین‌المللی مطابقت می‌کند. در دیوارهای داخلی بنا روزگار و زندگانی تاجیکان در دوره‌های گوناگون تصویر یافته است. مهمانخانه سیاحان عبارت از 42 حجره بوده، هر کدام آن دارای شرایط مساعد زیست و زندگانی می باشد و امکان است در یک وقت به 150 نفر خدمت رسانیده شود. مهمانخانه دارای دو طرف خانه، تابستانه با 350 و زمستانه با 200 جای نشست، قهوه‌خانه برای 60 نفر، حمام زمانوی زنانه و مردانه برای 40 نفر، حوض شناوری و دیگر حجره‌های یاری‌رسان است. در اینشاد تالار مجلس با 80 جای نشست نیز وجود دارد که در آن امکان است با خورید و چاره‌بینی‌های گوناگون دایر گردد. تماشابینان گرامی، برنامه اگرو توریزم بود که گروه ایجادی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی از ناحیه واسه، انیخترش از مجموعه خدمت‌رسانی سیاحان در ناحیه واسه تهیه نموده منظور شما گردانید. سعادت زندگی نصیبتان باشد.